آقای مسعود پزشکیان نماینده محترم تبریز اسکو و آذرشهر هستند که 5 دقیقه وقت دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به روان پاک بنیانگذار انقلاب جمهوری اسلامی ایران حضرت امام به یاد شهیدان من و با عرض تسلیت به خاطر شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یارانشون، من به سرعت مطالبمون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. با تأیید بر قانون مداری و بیانات مقام معظم رهبری، بر اساس همون قانون دلم میخواد چند تا حرف بگم خدمت شما. شهید بهشتی میفرمایند که من برخورد ساده تلخ صادقانه رو بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح میدم. حضرت علی علیه السلام، شهید مطهری در کتاب داستان راستان مثالی از حضرت علی و یک مسیحی رو میاره که کار به دادگاه میکشه به خاطر زرهی که از حضرت علی گم شده بوده و دست مسیحی بوده. در دادگاه حضرت علی که معصومه محکوم میشه و چون شاهد نمیتونه بیاره مسیحی آشونه. در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم راحت به هر کسی دلمون میخواد تهمت میزنیم، افترا میبندیم بدون این که به دادگاه رفته باشیم و بعد آبرو رو میریزیم و بعد میگیم همه چیز رو باید درست ببینیم و قانونی و باید قانونی دید. حضرت علی علیه السلام در نامش به مالک الشر میفرمایند که فملک هواک و شح نفس که ما لا یحل لک فان الشح بالنفس الانصاف منها فيما احب و کره. هوای نفسش جلوشو بگیر و جلودار در حقیقت عملت باش. شح بالنفس یعنی این که انصاف منها فيما احب و کره، انصاف رو مراعات کنی در اونی که دوست داری و اونی که دشمن میداری، انصاف رو مراعات کنی. نشر قلبک الرحمه للرعی و المحبت لهم و لطفه بهم، با تمام وجودت به مردم مهر ببرز، عشق ببرز و از مردم دفاع کن. فلا تکونن علیهم سبعا زاریا تختن و اکلهم، مردم برای مردم مثل یک حیوان وحشی نباش که به جونشون بیفتی و لط و پارشون بکنی. قنده هم سنفان، این مردم دو دستن، اما اخون لکه فی دین ما نظیر لکه فی الخلق، یا برادر دینی تا این خدقت با تو برابرم. یفرتو من همون زلل و تارز لهم الالل و یو تعالا ایدی این فی الامد و الخطا، گرفتار میشن، مشکل دارن، خطا میکنن عمدن و یا سهبن. فاتح من افکه و صفحه، بگذر از اینا، با رحمت و گذشت با اینا برخور کن. اینا مردمن، باید با گذشت و مردم برخورد کرد، سهبن و عمدن اگر اشتباه بکنن. فقط در آخر میاد میگه فقط استکفا که الله و ابتلا که به امتر رو داریم به این امتحان بکنیم. ولا ترد ملا علا عفن ولا تبجحن به عقوبت ولا تسرحن ملا بانت وجد تکفیها مندوها ولا تقولن اینی معمر و آمر فوتا. وقتی میتونی گذشت کنی گذشت کن، وقتی میتونی مداخله تون نکنی تحریک نکنی نظری نزن، نگو من امیرم امر میکنم دیگران اطاعت باید بکنم. ولا تقولن اینی معمر و آمر و فوتا، من امر میکنم هرکی صداش در بیاد پدرش در میرم. این مردمه، با مردم باید مثل مردم برخورد کرد و مثل انسان برخورد کرد و با انسانیت. اگر ما راه علی رو بریم، حرف علی رو گوش بدیم، منصفانه به همه گوش بدیم و مثل یک انسان دوست و دشمن خودمون رو هم انصافانه باش برخورد میکنیم، قطع و یقین تمام قائله ها میخوابه، تمام مشکلات حذف میشه. ولی وقتی که جامعه یکی رو بگیریم فقط یک صدا رو بلند بکنیم و اجازه ندیم دیگران حرف بزنن و هرکی حرف زد انگ بهش بچسبونیم، اون وقت معلومه چه اتفاقی میفته. حالا هر چقدر فریاد بکشیم که اصلاحش بکنیم اصلاح نمیشه. انصاف رو باید مراعات کنیم، صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه، سیستم های نظامی و امنیتی باید انصاف رو مراعات بکنن. ما حق نداریم خلاف قانون، خلاف قانون با انسان ها برخورد بکنیم. هرچی اگر شما معتقد به مقام معظم رهبری هستید سب کنید من حرف رو بزنم. نپذیرید، نپذیرید. ببینید اگر ما ولایتی هستیم ملت شریف ایران بداند این پیام مال حضرت علی است، این گفته رفتار رفتار علی است. خودتون قضاوت کنید بینی و بین الله، ما علی گونه عمل میکنیم یا خودمون و بر اساس
نگاه خودمون، گروه خودمون و دسته خودمون عمل میکنیم. این قضاوتیست که ملت باید بکنه، شما هم باید بکنید، و این امتحانیست که خداوند بین ما و شما و آخرت خواهد کرد. نه اینکه ما مثلا فرض بکنیم بلند شیم و هرچی دلمون خواست بگیم، هر کی خواست هر بزنه دو دو چهار هرچی که هست. و سلام. آقای حاج بابایی دستور برداره اعلام بفرمایید.